به نام خدا هنرجیان عزیز سلام امیدوارم برای یاد گرفتن سه گام اصلی محاسبه عکس العمل های تکیه‌گاهی در اجسام صلب آماده باشید گام اول ترسیم نمودار پیکر آزاد استش برای ترسیم پیکر آزاد اول خود جسم رو بدون تکیه‌گاه و نیروها ترسیم می‌کنیم بعد تمام نیروهای معلوم و مجهول که میتونن شامل بارهای خارجی، عکس های تکیگاهی یا وزن خود جسم باشن و روی تصویر ساده شده جسم با راستای واقعی نمایش میدیم. <تصفح> گام دوم تجزیه نیروهای مبرب است. در این مرحله همه نیروهای مورب رو به معلف های متعامد تجزیه می همونطور که در این شکل می نیروی پی به صورت مورب و زاویه آلفا به نقطه بی وارد میشه. که ما در پیکره آزاد اونو به دو معلفه Px و پی ایگرک تجزیه کردیم گام سوم تشکیل معادله و حل اون است معادلات تعادل رو قبلا گفتیم زیگما اف ایکس برابر صفر زیگما اف برابر صفر و زیگما ام برابر صفر یعنی این جسم صلب زمانی در تعادل هست که مجموع نیروهاش در محور x و y برابر صفر باشه و اثر مجموع نیروهای چرخشیش هم صفر باشه تا جسم چرخشی نداشته باشه در این شکل زیگمو اف ایکس ما میشه آی ایکس منهای پی ایکس زیگمو اف ایگرگ ما هم میشه آی ایگرگ منهای پی ایگرگ به اضافه سی ایگرگ منهای اف در این شکل گشتاور هم نداریم چون یکی از تکیگاه ما مفصلی و یکی دیگه غلطکی هستش موفق و معید باشید